قیمت خودرو در ایران ترمز بریده است به نحوی که به نوشته خبر آنلاین پیکان تولید سال 83 حدود 6 میلیون تومان خرید و فروش می شود نرخی که تا چندی پیش مربوط به پراید صفر کیلومتر بود وضعیت به گونه است که خبرگزاری مهر از قول یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش وام خرید خودرو از هفت به چهارده میلیون تومان خبر می دهد. روزنامه ابتکار روز چهارشنبه یکی از عناوین صفحه اول خود را به گرانی خودرو اختصاص داده و با اعلام اینکه قیمت خودروهای داخلی در بازار باز هم افزایش یافته علت را از قول نمایندگی های فروش طولانی شدن توقف عرضه از سوی خودروسازان عنوان کرده است این در حالی است که در روزهای اخیر نخست خبرگزاری موج با اشاره به افزایش 104 درصدی هزینه تولید در سال جاری و عدم افزایش قیمت خودرو از قول یک مقام آگاه که نامش فاش نشده اعلام کرد خودروسازان روزانه 20 میلیارد تومان ضرر میدهند همزمان محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطع سازان با اشاره به اینکه سازان همیشه از زیان ده بودن محصولات خود ابراز نگرانی می کردند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی را نزدیک شدن قیمتها به نرخ واقعیشان ارزیابی کرد این اظهارات در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران حدود دو هفته است که دستور تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادله زیر 2500 تومان را صادر کرده است در حالی که خبرگزاری فارس در آغاز ماه جاری تغییر شیوه نرخ گذاری بر خودروهای داخلی را در کنار گران شدن ارز عامل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این باره میگوید با وجود موافقت کمیته منصوب محمود احمدی نژاد برای تغییر شیوه نرخگذاری گذاری خودرو این مصوبه تا تاکنون ابلاغ نشده است در این میان بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته در حال حاضر قیمت خودرو دو برابر شده و این موضوع به صلاح ایران نیست وفا آذربهاری صدای آمریکا